سلام و وقت بخیر به بخش دوم برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. در نخست گزارش برنامه مدعی نشر است. هرچند ظاهرا تلاش یک جرگه قومی به منظور کوتاه ساختن فهرست نامزدان نزدیک به ارگ ریاست جمهوری چند روز پیش به بنبست رسیده و عبدالقیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی از ادامه حضورش در رقابت های انتخاباتی سخن گفته بود، اما روز پنجشنبه برخلاف وعده قبلیش قیوم کرزی به نفع زلمی رسول از نامزدی ریاست جمهوری منصرف شد. تمام علمای کرام، بزرگان قوم، جوانان، خواهران و برادران تقاضا می نمایم که برای حفظ دستاوردهای 12 ساله گذشته، صلح و ثبات دائمی، توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، از تکرار تجارب تلخ گذشته جلوگیری نموده و از دکتر صاحب زلمی رسول و تیم انتخاباتی جدید قاطعاً حمایت نمایم. چند قبل حامد کرزی سفرش به سریلانکا را به خاطر حادثه شهادت 21 تن از منصوبان ارتش ملی در غازی آباد کنار لغو کرد، اما کارشناسان در آن زمان گفتند که لغو سفر آقای کرزی نه به خاطر حادثه غازی آباد بلکه به خاطر بنبست در روند گفتگوی داخلی ارگ برای انصراف قیوم کرزی به نفع زلمی رسول صورت گرفته است. عدم حضور رئیس جمهور کرزی در مراسم تشییع جنازه منصوبان ارتش ملی به این تحلیل کارشناسان صحه گذاشت و پس از آن که موضوع کنار رفتن قیوم کرزی به نفع زلمی رسول روز چهارشنبه نهایی شد، حامد کرزی نیز به سریلانکا رفت. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در حال حاضر برگه‌های رایدهی چاپ شده است و کنار رفتن شماری از نامزدان باعث باطل شدن آرای شماری از شهروندان خواهد شد. حالا در قسمت ائتلافات ببینیم، اول از این که در زمان مدتی که ائتلاف میکردن از نظر لوجستیکی در تاب خود پوسترها یک کمکی بود. سانی که ائتلاف میکنن در مبارزات انتخاباتی خوب برای رای دهندگان خوب به شکل درست و به شکل صحیح کمپاین و مبارزات خود ادامه بدن و وسعت بدن. هرچند شماری نگرانی میکنند که ارگ ریاست جمهوری با ایجاد ائتلاف در میان نامزدان مشخصی به فکر مهندسی انتخابات سال آینده است، اما شماری از ساکنان پایتخت میگویند که در حال حاضر مردم نامزد مورد نظر خود را انتخاب کردند و کنار رفتن شماری از نامزدان ریاست جمهوری به نفع نامزد مشخص تأثیری بر تصمیم آنان نخواهد گذاشت. کاندیدایی که به یکی به نفع دیگر میگذرن یا البته سر ملت نداره کدام تأثیری خاصی. نه، هر کس رو خود خاص و مون نامزده که دوست داشت، عدالتکار بود، با مردم خواد، با مملکت خواد خدمت کرد، با مون مارای خود میتیم. اون کسره که ما انتخاب از روز اول کردیم با اونمون کس رای میتیم. هرچند ریاست جمهوری بارها از بی‌طرفی در روند انتخابات سال آینده سخن گفته، اما برگزاری جرگای قومی در ارگ ریاست جمهوری و نیز کنار رفتن برادر رئیس جمهور کرزی به نفع زلمی رسول نشان می‌دهد که رئیس جمهور در انتخابات سال آینده نتوانست از بی‌طرفی‌اش را حفظ کند. ای برنامه آخر خط به گونه زنده از نورسید. آقایان دکتر عبدالطیف نظری استاد دانشگاه، بشیر احمد فاتحی عضو پیشین استاد انتخاباتی قیوم کرزی و علی میثم نظری عضو استاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش اومدید مهمان عزیز. آقای فاتحی، نخست با شما آغاز میکنیم که شما الان پیش از این عضو استاد انتخاباتی آقای قیوم کرزی بودین. فکر میکنید آقای قیوم کرزی بر چی مبنا و معیاری با آقای زلمی رسول پیوست؟ سلام به شما و سلام به بینندگان شبکه شما. من بحث قبل از اینکه آغاز بکنم، شما عضو پیشین گفتین، دقیقاً صحبت هایی که شما از قیوم کرزی داشتین، اونا گفتن ما از زلمی رسول حمایت میکنیم به این مفهوم که اونا انصراف ندادن، چون شما اطلاع دارین که بر اساس قانون انتخابات ماده 47 و بر اساس مقرره به ماده 7 اینا انصراف زمان صورت میگیره که ما کتبا انصراف بتیم به کمیسیون انتخاباتی. پس حالا یک نامزد از دیگر نامزد وقتی حمایت میکنه چی توجیه معنی دیگه داره؟ خب بحث اینجا هست که چرا اتحاد انتخاباتی شکل گرفت، حمایت در قالب اتحاد انتخاباتی به وجود آمد. اتحاد انتخاباتی به این دلیل شکل گرفت که قیوم کرزی بر اساسی که بارها ما در رسانه ها در ختمش که بیان شده پیش ما هست، من ما مشارکت سیاسی، حکومت دموکراتیک، منفعت مردم، اینا اولویت های ما هست و اتحاد انتخاباتی دخن امی شعارهایی که دیگه دوستان میتن ما عملا این شعارها را عملی میکنه و اتحاد انتخاباتی آمده که این موضوع را تضمین بکنه. بنان برای ما، چنانچه ما اولم گفتیم که برای ما برنامه مهم هست تا شخص، ما برنامه محور هستیم تا شخص محور،
و اتحاد انتخابات دخن تضمینی او کار هست که ما وقتی که بحث میکنیم که ما مشارکت سیاسی زنان را میخواییم دخن میخواییم عملی بکنیم. اگر ما میخواییم در دستاوردهای 13 سال حزب بکنیم ما میخواییم عملی بکنیم. این بحث تداوم اصلاح دخن همونجا از ازمی بحث منشأت میگیره. بله، حالا اتحاد انتخاباتی که شما گفتین واقعا بیشتر بحث هایم که صورت گرفته مشخصا بر محور دو نامزد مشخص که آقای قیوم کرزی و زلمی رسول است. دیدگاه دیگر نامزدان را شما در پیوند به این مسئله دارن که چی میگن دیگر استادها؟ دقیقا شما ببینین وقتی که یک اتحاد به وجود میه با توجه به مشترکات یا نقاط های تشابهی که دارن به وجود میه و بحث ها و برنامه های دکتر صاحب زلمی رسول و عبدالقیوم کرزی تقریبا برنامه هایشان یکسان هست. این از یک خط فکری پیروی میکنه که او خط فکری ایجاد یک نظام دموکراتیک هست برده‌ساختن زنان در مشارکت سیاسی و تداوم دستاورت های 13 سال. بله آقای فاتحی، حالا وقتی که برنامه هایشان همسان بوده همگون بوده به هر دویش میخواین که یک انتخاباتی برنامه های ورداشته باشن، چرا پیش از اینکه کاندید شوند این کار را نکردن؟ شما اطلاع دارین که تا وقتی که نامزدها کاندیدی خیران میکنه و بعد تا وقتی که انتخابات های مرداتی رسما آغاز میشه هیچ کسی از برنامه های دیگر اطلاع نداره و بعد از او هست، بعد از اینکه کمپین رسمی آغاز میشه نامزدهای محترم میان برنامه های خود را ختمش و خط فکری خود را شروع میکنن. بعد خن آغاز بحث هم از اینجا هست که ما مدت ها طول کشید تا اینکه بتونیم به یک نقطه مشترک برسیم و بر اساس او اتحاد انتخابات را شکل بدیم. بله، یک مسئله دیگر که جرگه‌ای که تشکیل شد به خاطر نزدیکی نامزدها در حضور رسانه آقای عبدالقیوم کرزی گفته بود که به مشوره شما و بزرگانی که در جرگه هستین من با کاندیداتوری خود و همچنان مبارزات انتخاباتی خود ادامه میدم. حالا پس به مشوره کی آمد با تیم یک جا شد؟ شاید شما در خن صحبت های جناب عبدالقیوم کرزی تعقیب کرده باشین در زمانی که اینا آمدن گفت ما بر اساس منفعت ملی بر اساس مشوره های متنفذین قومی رهبران روشنفکران و دانشمند آمدیم تداومی ستاد انتخاباتی را مطرح کرد. حالا در خن مشوره ها بر اساس همو هست، یعنی ما منفعت ملی را در نظر گرفتیم، مشوره های دانشمندان را در نظر گرفتیم، مذاکراتی که صورت گرفته هم معیارها را در نظر گرفتیم و تیمی را انتخاب کردیم که از نگاه بین المللی، از نگاه داخلی و از نگاه قانونی در پرتوی قانون اساسی تمام برنامه های خود منسجم داره و با اون هماهنگ است. بله، حالا امتیازی که شما در ائتلاف و یک جایی به دست میارین چی چیزی بوده میتونن؟ امتیاز ما ایجاد یک حکومت دموکراتیک است و نه حکومت مردم سالاری بر اساس اصل شایسته سالاری. سپاسگزارم. آقای مثلا شما موضوع یکی از استادهای انتخاباتی و مشخصا از استاد انتخاباتی دکتر عبدالله هستیم. دیدگاه شما چی است در مورد ائتلاف شماری از نامزدان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود. در نخست باید به عرض برسانم که دو مورد در دو موضوع این اتحاد به نفع تیم ما انجامید. یک موضوع این که تبانی صحنه سازی ها و بازی های ارگ برای ما آشکارتر شد، نقش خود آقای کرزی برای ما آشکار شد و ما حالا برای ما روشن‌تر است چشم اندازه که ارگ و جناب رئیس جمهور داره در انتخابات. بله. مورد دوم که به نفع ما تمام شد، حالا پیش از این واقعا شما در مورد نقشه ارگ که در بر انتخابات آینده چی دیدگاه و طرح داشته شما آگاه نبودین؟ ما بودیم، ما قبلا هم حد زده بودیم و حتی باور راسخ داشتیم که یک تعداد از کاندیدها در مراحل آخر اتحاد یعنی شکل می دادن و حتی کناگیری می کردن به نفع یکی. بله، از کاندیدها. چه مذاکراتی که با این تیم ها داشتن با تیم شما هم بوده یا خیر؟ نه خیر. ما چون که مربوط ارگ نمیشیم، این بیشتر مربوط به آن نامزدهایی هست که از طرف خود رئیس جمهور به طرف انتخابات فرستاده شد. بله، آقای فاتحی بیشتر مشخصا اشاره کردن که آنچه که محور مشترک دارن این دو نامزد بیشتر بر رابه های انتخاباتیشان است و همچنان دموکراسی افغانستان و کل پروسه انتخابات است که شفاف باشه. این مسئله را که شما اشاره کردین نه ما به این باور نیست. اگر من اجازه بدین که من ختم کنم حرف خود. خود این اتحاد از طریق سازوکارهای مردم سالاری و دموکراتیک و مدنی شکل نگرفت همین که امروز ما دیدیم، بلکه یک فرایند
قبیله‌ای و قرون وسطایی بود و ما شاهد بودیم که بزرگان و متنفذین یک قوم منطقه جمع شدند در شهر کابل و این دو شخص را وادار ساختن که همین اتحاد را شکل بدن. یعنی ما به این باور هستیم که اینها از ارزش‌ها و اصول دموکراتیک استفاده نکردند در زمان شکل‌گیری همین اتحاد. بله، فکر میکنم چگونه ائتلاف میکردن و چگونه گفتگوی را اینا راه اندازی میکردن که اونا بر مبنای ارزش‌ها و اصول دموکراتیک نبود؟ ببینین، این جرگه ها اول مغایر قانون اساسی است. ما در قانون اساسی اجای نداریم که در مراحل آخر انتخابات یا در زمان انتقال قدرت و سیاست، انتقال سیاسی کشور، بزرگان از یک منطقه یا از یک قوم یا از یک مذهب جمع شوند و سرنوشت کشور را تعیین کنند و بگوین این کاندید باید پیروز شود. ما اتحادها باید بر مبنای آن سازوکارها و مکانیزم‌های دموکراتیک شکل بگیرند و افغانستان شمول باشند. متاسفانه این اتحاد از طریق یک جرگه افغانستان شمول شکل نگرفت. ما دیدیم که از یک سمت مردم آمدن با مشوره دادن که این شخص باید نمایندگی از مردم افغانستان کنه. سپاسگزار، برمیگردیم دوباره با شما. آقای نظری، از یک دیدگاه دیگر واقعا حالا گفته میشه که ائتلاف هم که صورت میگیره یک امر معمول است و در تمام انتخابات های دنیا ائتلاف و یک جای نامزدها معمول است، اما در ائتلافی که قرار است صورت گرفته و انتظار میره که دیگر نامزدها هم بر معیار مشخص یک نامزد دیگر جمع شوند، چی معیارهای مشترک ندارن فکر میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانان گرامی حاضر در بحث و بینندگان محترم تلویزیون نور. ببینید، همان گونه که شما اشاره کردین در پرسش خود، شکلگیری ائتلاف ها و اتحاد ها در روند انتخابات در کلیه دنیا مرسوم و معمول هست. هرچند انتظاری بود که در واقع زودتر از این باید انتخابات شکل می گرفت، یا به تعبیر دقیق ترش که ائتلاف ها بر مدار انتخابات شکل می گرفت، اما وضعیت سیاسی افغانستان و تحولاتی در پیرامون افغانستان وجود داره و همچنین روابط افغانستان با دنیا، این متغیرها سبب میشه که ما در موقعش نتانیم اقدامات سیاسی خود را به صورت شایسته و بایسته انجام بدیم. به این ترتیب تیم‌های انتخاباتی اگر بر چند محور رقابت خود را ساماندهی و مهندسی کنه، من فکر میکنم از این منظر میتونه به سود افغانستان ارزیابی شود. علت مسئله است که از اول پیدا بود که چند تا تیم هست که در فرایند رقابتی و جلب مشارکت مردم در واقع رقابت خود ساماندهی خواهد کرد. بسیاری از گزینه‌های فرعی بود. به این ترتیب از آنجایی که تیم‌های انتخاباتی یا بر مدار تغییر وارد کارزار انتخاباتی شده که ساختار سیاست و قدرت در افغانستان درش تغییر ایجاد کنه و یک نوع گزار دموکراتیک را شکل بده، یا بر مبنای سیاست تداوم روندهای گذشته، آنچه که در حال حاضر شکل گرفته بین دو تا تیم، من فکر میکنم پیروی از یک سیاست تداوم هست و در واقع این سیاست تداوم و هر دو وجه میتونه بر بود ریاستی بودن نظام تاکید داشته باشه. اما آنچه که دوست ما از تیم جناب دکتر صاحب عبدالله در واقع نمایندگی میکنه، ببینید اصولا این تیم مبنایش اصلاحات یا ایجاد تغییر و دگرگونی در ساختار نظام سازماندهی شده و در واقع دکتر صاحب عبدالله زمانی که اپوزیسیون هم بودن، تلاششون این بود و تلاش میکردن که در واقع یک نوع گذار را از طریق ایجاد تحول ساختاری رقم بزنه، یعنی نظام ریاستی جای خود به نظام پارلمانی در واقع خالی کنه. به این جهت است که من فکر میکنم که تیمهایی که با هم سازواری داره و هماهنگی داره یا از نظر ختمش و پالیسی میتونه یک هدف تعقیب کنه، اگر اینا به یک روند هماهنگی و همگرایی، منتها نه با هدف صرفاً رسیدن به قدرت، با هدف ایجاد تحول و اصلاحات، اگر چنین روندهای را مورد توجه و دقت نظر قرار بده، یک روندی هست که میتونه
هماهنگی داشته باشه با معیارهای جهانی و بین المللی. بله، پیشتر آقای فاتحی یک مسئله را اشاره کردن که حالا نزدیکی از اینا بیشتر برنامه محور است تا مسائل دیگری در نزدیکی دخیل باشه، و شما اشاره کردن که حالا بیشتر نزدیکی از اینها بر مبنای تداوم به اصطلاح سیاست های حکومت گذشته و نظام گذشته است. پس چگونه میتونه برنامه محور باشه؟ اگر اینا برنامه از خود داشته باشن، چگونه باید سیاست تداوم را در پیش بگیرن؟ ببینید، من فکر میکنم آنچه مهم است است که در عمل باید دیده شود که چی تیم های میتونه برنامه های کاری خود مورد توجه و دقت نظر قرار بده. فراموش نکنیم که در هر دو تیم مورد بحث چهره ها و شخصیت های پرگماتیک و عملگرا و چهره های محبوب جهادی قرار داره. در واقع تیم اصلاحات و همگرایی تیمی هست که یک روندی از حکومت داری را تجربه کرده و یک دوره از در واقع ممتد حدا میشه تعبیر کرد، از کارنامه نسبتاً درخشان را در عرصه حکومت داری و همچنین در عرصه جهاد و مقاومت مردم افغانستان به یادگار گذاشته و این هم هیچ کسی نمیتونه انکار کنه. و در حال حاضر هم به عنوان نمونه اگر ما واضح‌تر و عینی‌تر صحبت کنیم، هم جمعیت اسلامی و هم بخشی از حزب اسلامی آقای ارغندوال اینا در عرصه جهاد و مقاومت افغانستان سهم داشتن و از جمله به اصطلاح احزاب تاثیرگذار در روند سیاست و قدرت افغانستان، همچنین حزب وحدت که آقای استاد محقق از اون نمایندگی میکنه. در واقع پس این تیم را نمیشه در واقع به عنوان یک تیمی در نظر گرفت که صرفا برآمده از سطح افکار عمومی یا سطح اجتماع باشه. تیمی که ریشه در ساختار سیاست و قدرت کشور داره و سالها سکاندار عرصه روابط خارجی کشور بوده، هم در این دوره هم در دوره دولت استاد ربانی. اما آنچه که در تیمی که آقای فاتح از اون نمایندگی میکنه و تیم زلمی رسول، این تیم هم مثلا پیشینه به اصطلاح افرادی که در عرصه جهاد و مقاومت افغانستان نقش داشته درش مشاهده میشه. به عنوان نمونه انجینیر وحید الله سباون یک شاخه دیگه از حزب اسلامی هست که اینا هم در دوره دولت استاد ربانی سمت های مهمی مثل وزارت دفاع را به عهده داشته و هم در دوره جدید به عنوان یک چهره که میتونه در واقع روندهای تغییر مثبت را تحمل کنه و با یک روند مدارا و دیگراندیشی و تحمل پذیری این روند مورد توجه و دقت نظر قرار بده، در عرصه سیاست و قدرت مطرح بوده. اما ممکن است چهره های دیگه در اینجا باشه که اینا هنوز آزمون خود را برای مردم افغانستان پشت سر نگذاشته و مردم افغانستان باید منتظر بشینه تا قضاوت و داوری در ارتباط با اینا در واقع بعد از ای که کارزار انتخاباتی به مرحله ختم خود نزدیک میشه اینا را مشاهده بکنن. خیلی سپاس. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه دارد. با سلام مجدد به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای فاتحی، مشخصا در صحبت های دیگر میمونم به دو مسئله اشاره شد. آقای نظری گفتن که این یک جایی بیشتر بر محور همان مسئله تداوم به وجود آمده و نماینده استاد انتخاباتی دکتر عبدالقیوم اشاره کردن که بیشتر پادرمیانی ارگ در نزدیکی دخیل بوده. شما چه سوال خوب کردین. میخواستم روی موضوعات و روی چند نکاتی که جناب همکار ما اشاره کردن آقای نظری، من نمیفهم که اینا بسیار اصطلاحی بازی ارگ به کار بردن، حالا که انتخاب شدن و انتخاب کردن و تفاهم در سیاست یک عرف سیاسی هست، دیگه هیچ ربطی نمیگیره با بازی های ارگ و با هماهنگی ارگ و عدم هماهنگی ارگ. بله، یک سوال در ذهن مردم مطرح است که مثلا جلساتی که اینا داشتن پیش از این در داخل ارگ برگزار شده. من میخواستم روی این موضوع بپردازم. ببینید، اینا وقتی که نامزدان بحث میکنه که جرگه قومی بودن، ببینید جرگه قومی در صورت میشه از یک منطقه از یک ولایت باشه. در 180 نماینده از 28 ولایت افغانستان آمده بودن، اینا با همه کاندید چشتن صحبت کرده و بعد از یعنی در این جرگه از کل ولایت افغانستان نماینده بود؟ دقیقاً از کل ولایت افغانستان نماینده بود، نماینده بودن و اینا من صحبت کردن و بحث دیگه که اینا بس کردن. چون دکتر صاحب بسیار واضح و بسیار بصراحت بیان کردن که آدم با کسانی میتونه تیم با تیمی دیگر میتونه سازگاری بکنه و یک اتحاد به وجود بیاره که از یک مکانیزم حکومتداری که ریشه ی زبر میگرده به اون بنی فکری و تیم که اینا آیا همین نظامی که ما میگیم شبه ریاستی هست اینو میخوای که نه فعلا یک شعار هست و بعدا این نظام مبدل میکنه به یک نظام پارلمانی که ما 13 سال دیگه این بدبختی را بکشیم تا به این حالت که ما حکومت داریم به این سطح برسه. این بحث هست.
و بحث دیگه که اینا مطرح کردن که جرگه غیر قانونی هست و مغایرت با قانون اساسی است، من نمیدونم که در کدام ماده قانون اساسی بیان شده که داشتن یا نداشتن جرگه با مغایرت با قانون اساسی هست. اگر اومدیم اون چه روی بحث شما گفتین تداوم، ببینین تداوم و اصلاح شعار اساسی ستاد انتخابات عبدالقیوم کرزی هست. تداوم به این مفهوم که ما اومدیم ارزش های 13 سال حفظ میکنیم، دستاورده های 13 سال حفظ میکنیم، ارج میگذاریم به دستاورده های فرهنگی مدنی سیاسی و اجتماعی افغانستان و اونا را با حفظ اونا میریم به طرف یک حکومت جدید. و اصلاح به این مفهوم هست که ما یک حکومت جدید میخواییم با یک ساختار جدید، با چهره های جدید، با یک مکانیزم شفافتر و بر مبنای اصل شایسته سالی. اگر واقعا بر مبنای اولا حرفای شما اگر چنین باشه، فکر نمی‌کنید که مسئله تداوم و اصلاح خیلی نزدیکتر به شعار انتخاباتی دیگر ستاد انتخاباتی باشه که تحول و تداوم است تا به این شعار که اعتدال و برابری و سازندگی؟ دقیقا من میخوام این موضوع بپردازم که یکی از علتهایی که ما آمدیم اتحاد انتخاباتی رو باوجود، چون ما قبلا هم براتون گفتیم که ما با زلمی رسول از دیدگاه برنامه شبات هایی داشتیم و امی برنامه ها باعث شد که آمد اتحاد انتخاباتی با وجود آمد تا در محور اتحاد انتخاباتی هر دو تیم به در کارزار انتخابات به سوی پیروزی برن. سپاس گزارم، برمیگردم دوباره با شما. آقای نظری، فکر میکنین از دید استاد انتخابات شما واقعا وقتی که دو کاندید میان به هم نزدیک میشن و اعتراف میکنن، مشخصا آقای عبدالقیوم کرزی و دکتر زلمی رسول، آقای عبدالقیوم کرزی چی چیزی به دست میاره و در بدل چی چیزی فکر میکنین ائتلاف میکنه؟ واقعا برنامه بیشتر داخل است اینجا؟ ببینین موضوع خود نقش ارگ در شکل گیری این اتحاد خیلی وقت میشه که بر مردم روشن است، هویدا هست. حتی در رسانه های خارجی ما ایران خانم چند روز پیش در رادیوی آزاد اروپا همین مسئله توضیح داده شده بود در یک مقاله. خود تیم آقای زلمی رسول و آقای قیوم کرزی با نصب کردن تصاویر جناب رئیس جمهور در پوسترهای خود نشان دادن بر مردم که اونها نمایندگی از ارزش‌های آقای کرزی میکنن، از حکومت آقای کرزی، از میراث آقای کرزی میکنن و آن برنامه مشترکی که میگوین، آن ارزش‌های مشترکی میگوین، ارزش‌های دموکراتیک و مدنی نیست، بلکه ما دیدیم که ارزش‌های جناب رئیس جمهور چی بود در 12 سال آخر. بله، مشخصا آقای فاتح اشاره کردن که الان تحول و اصلاح، اینا تداوم اصلاح یا تحول و اصلاح میخواستن که خیلی نزدیک به برنامه انتخاباتی آقای زلمی رسول بوده. خب تداوم که اصلاح نیست، تداوم یعنی تداوم همی نوع حکومتداری در افغانستان و ما همین نوع حکومتداری که در افغانستان فعلا جریان داره ایران ما غیر دموکراتیک میدانیم و زمانی که تیم ما پیروز شوه ما تعدیلات و تغییرات و اصلاحات میآوریم. جناب بله، فرقی که اصلاحاتی که شما میارین با اصلاحی که از اینا میخواین پس در چه چیزی بوده میتونن؟ خب اینا اگر اسلام بیارن اصلاحات خیلی یعنی پوشالی و ظاهری اگر بیارن در نظام، در حکومت، ما تغییرات در خود هسته میخواییم بیاریم. تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، تغییر نظام خود انتخاباتی، دموکراتیک تر ساختن و مردم سالار تر ساختن نظام و تقویت همی روند دموکراسی. این اصول است که در برنامه انتخاباتی ما آمده و ما همیش از اشتفا کردیم در انتخابات گذشته و در همی انتخابات هم ما ازش همیش دفاع کردیم، پشتیبانی کردیم و زمانی که اگر ما به ارگ ریاست جمهوری برسیم مغایر آن ارزش های حامر کرزی عمل خواهیم کرد، چون که در سال 1988 جناب رئیس جمهور مقاله‌ای نگاشته بودند که خودشان می نگارن و به این اندیشه هستند که افغانستان یک کشور است که برای دموکراسی ساخته نشده. این چیز است که با کلم خود جناب رئیس جمهور نگاشته شد. پس فکر شما چه فکر میکنیم برای چی ساخته شده؟ پس چگونه نوع نظام حکومتی باید باشه در افغانستان؟ ما به نظام دموکراسی باور داریم، باید سازوکارهای در کشور ما استفاده شود و ما از یک نظام حمایت کنیم که واقعا ممثل اراده مردم باشه و فعلا این نظام بغیر از ترویج تک سالاری، تمامیت خواهی و فعلا همی ارزش هایی که مغایر دموکراسی هست که هم حقوق یعنی شهروندان نقص میشه یا حقوق زنها میشه، حقوق جوانها و تمام اقشار امروز شکایت دارن از این حکومت.
بله. و ما نمیخوایم این حکومت تداوم پیدا کنه. بله. اما نظام میخوایم در شبکه‌های اجتماعی ما متوجه شدیم که بیشتر کاربران به این نظر بودن که در این انتخابات یا زدبندهایی که فعلا جریان داره مشخصا یک طرف آقای رئیس جمهور کرزی است و یک طرف هم دکتر عبدالله. شما نماینده استاد انتخاباتی اون هستین، واقعا چه دیدگاهی دارین شما؟ میشه تکرار کنید؟ بله، در شبکه‌های اجتماعی که مردم در پیوند به همین ائتلافی که حالا قرار شکل بگیره و یا زدبندهایی که از حالا برای نزدیکی نامزدها وجود دارد، کاربران شبکه‌های اجتماعی به این نظر بودن که یک طرف این قضیه آقای رئیس جمهور کرزی است و یک طرف هم دکتر عبدالله. فعلا ما زیاد نمیخوایم جناب رئیس جمهور مطرح بسازیم، چون که تقریبا یک ماه مانده از وظیفه‌شان. اما جناب رئیس جمهور در سرمه رساندن و زیان رساندن به این پروسه خیلی تلاش کردن و همین که اینا یک جرگه غیر دموکراتیک با ارگ دایر میکنن و به بزرگای یک منطقه را به کابل میخواین و حتی تمویل میکنن سفرشانه، این خودش نشان میده امو هدفشانه امو ارادهشانه و ما اصلا یعنی چون این چیز را قبول نداریم و مردود میشماریم. سپاسگزارم. پس چی نگرانی دارن شما در پایان به این مسئله؟ شخصا نگرانی شما چی است؟ نگرانی ما است که این فعلا این حرکات، این اعمال صدمه به این روان میرسانه. روند مردم سالاریه که تقریبا 12 سال است که شکل یافته و تقریبا خب جناب رئیس جمهور که بارها این مخالفت خود را به انتخابات نشان داده بود و حتی بسیار مضطرب و سراسیمه در این روزا دیده میشه، چون که در طرف باخت قرار داره. ما با این باور هستیم که جناب آقای کرزی با این تیم هایی که اینا شکل میتن صدمه نرسانن به این روند انتخابات و انتقال مسلط آمیز سیاسی. دیگر تیم ها و استادهای انتخاباتی هم هستن که بیان با آقای زلمی رسول بپیوندن؟ خب به این نظر هستیم دیگر ها همچنان هستن. از طرف ارگ فعلا بحیث نامزد در عرصه همی انتخابات فعلا حضور دارن و اونا همچنان فکر میکنن که جناب آقای کرزی از اونا حمایت میکنه و شاید تا چند روز آینده اونا همچنان موقف اصلی خود را روشن بسازن. سپاسگزارم. برمیگردیم دوباره آقای نظری. حالا می مسئله تازه که درس کرده، مسئله نزدیکی و ائتلاف نامزدان بیشتر نگرانی را در بین مردم یکجا کرده و بس ایجاد کرده. بس های مطرح میشه که بیشتر حکومت و مشخصا شخصی رئیس جمهور کرزی در اینجا دخیل است و مشوره از اوناست که اینا را بیشتر نزدیک میسوده. این چی تاثیر میتونه بالای مردم داشته باشه در امر شفاف بودن انتخابات؟ ببینید، برای افغانستان آنچه مهم است است که باید اقتدارگرایی تاریخی و استبداد سنتی مورد نقد عالمانه و کارشناسانه قرار بگیره و دیگه مجال بروز و ظهور برای ای داده نشود که افغانستان جامعه توتالیتر و جامعه استار تجربه کنه و روانهای مدنی و دموکراتیک به باد فراموشی سپرده شود. من فکر میکنم این مهمترین مؤلفه هست که تمامی نامزدان ریاست جمهوری باید را در اولویت کاری خود قرار بده. اما بحثی که در جدال و رقابت و کشمکش های سیاسی امروزه مطرح است است که اگر در واقع رئیس جمهور افغانستان بخواهد در واقع مهندسی کنه جرگه ها را، من فکر میکنم که این یک مسئله نپسند است. اما اگر طرف مشوره با جرگه ها قرار بگیره، مثل که جناب دکتر صاحب عبدالله میتونه قرار بگیره، آقای اشرف غنی احمدزی قرار میگیره، طرف مشوره باشه، ای در واقع مداخله در روند انتخابات تلقی نمیشه. دست کم این حرکت های تازه چی چیز را نشون میده؟ اون طرف مشورک شما اشاره کردن یا نگرانی که از مداخله وجود داره؟ من فکر میکنم که در فضای ملتهب افغانستان نامزدها تلاش میکنه که برای ای که قدرت را همچنان در کنترل خود و در چنبره خود داشته باشه از ابزارهای مختلف استفاده کنه. اما آنچه که برای افغانستان به باور ما مهم است است که ابزارها باید ابزارهای مشروع باشه. یعنی باور ما است که اگر اتحادها شکل بگیره در روند انتخابات میشه وارد یک رقابت جدیتر شد. اما اگر در واقع وضعیت به گونه پراکنده باشه، من فکر میکنم بین 3 تا تیم یا نهایت 4 تا تیم اگر این فرایند مبارزات سیاسی صورت بگیره، هم از نظر هزینه، هم از نظر حجم تبلیغات، از هر نظر میتونه به نفع افغانستان باشه. اما باور ما است که تفاهم ها در روند انتخابات خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه. ما یک نظریه داریم در ارتباط با کشورهای جهان سوم.
که در کشورهای جهان سوم گفته میشه که حتی تبلیغات هم نمیتونه تأثیر فزاینده داشته باشه. آنچه که مهم است ذهنیت مردم هست و مردم قبل از اینکه حتی روند تبلیغات شروع شوه تصمیم خود را اتخاذ میکنه. در جامعه سنتی و قبیله افغانستان باور می است که مردم افغانستان تصمیم خود را گرفته و تنها دو ماه نمیتونه سرنوشت سیاسی مردم درش تغییر ایجاد کنه. آنچه مهم است است که مردم دستاوردها، کارنامه ها، نقطه های مثبت و منفی، روندهایی را که طی 13 سال گذشته بر سرنوشت سیاسی مردم افغانستان حاکم بوده در ذهن خود داره و باور می است که تبلیغات و حتی اتحادها و ائتلافها خیلی نمیتونه در این روند تاثیرگذار باشه. هم بافت ذهنی مردم افغانستان با توجه که بافت سنتی هست چون این روند را ایجاب میکنه که مردم قبلا تصمیم خود در خانه های خود گرفته، و دوم فضای سیاسی افغانستان، واقعیت های سیاسی افغانستان تا 13 سال گذشته و در حال حاضر نشان میده که مردم افغانستان در واقع انتخاب خود را با خود خواهد داشت. بله، حالا اگر فکر میکنید واقعا این ائتلاف ها نتیجه نمیتونه داشته باشد در امر جمع آوری رای مردم بر محور یک نامزد مشخص، پس چگونه صورت میگیره؟ آیا این کسایی که ائتلاف میکنن خود از این موضوع آگاهی ندارن؟ ببینید، ما ختمش یا پالیسی جناب دکتر صاحب زلمی رسول نخوندم، منتها پالیسی دکتر صاحب عبدالله و عبدالقیوم کرزی رو مطالعه کردم. هر دو تایش نقطه های مثبت داره و نقطه های مشابه هم داره. در محوریت پالیسی عبدالقیوم کرزی سیاست اقتصاد محور قرار داره، یعنی تغییر نگاه داخلی و وضعیت اقتصادی افغانستان و همچنین تلاش برای ای که نگاه امنیت محور از سطح کشورهای منطقه از جمله پاکستان به نگاه اقتصاد محور در واقع درش تغییر ایجاد شود. اگر چنین روند صورت بگیره من فکر میکنم که میتونه به نفع افغانستان باشه. یا همچنین در ختمش دکتر صاحب عبدالله، تفاوتی که بین توسعه شهر و روستا هست، یکی از موارد عمده ازدحام جمعیت به طرف کابل و ایجاد بحران اشتغال و بحران بیکاری هست. من فکر میکنم که در او راستا راهکارهای مشخصی مورد توجه دقت نظر قرار گرفته که میتونه مفید باشه. یعنی هر دو ختمش با توجه به فضای فعلی افغانستان نقطه های قوت داره، اما من فکر نمیکنم که در واقع این روند در سایر نامزدها مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته باشه. من از دکتر صاحب زلمی رسول به جز شعارهایی که در بیلبوردها نصب شده یا مناظره ایشان هنوز یک چیز مدونی در اختیار من قرار نگرفته تا اینکه من در او راستا بتونم داوری درست داشته باشم. به این جهت من فکر میکنم آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده، یعنی نفس ای که این جرگه به نفع عبدالقیوم کرزی فیصله کرده ولی ایشان به نفع آقای رسول کنار میره، من این را در واقع یک نوع فداکاری تلقی میکنم از نظر شخصیشان. اما این که چه معاملات پشت پرده جریان داره، اگر این معاملات به منظور این باشه که تیمهایی که سازگاری بیشتر با هم داره با هم نزدیک شوه، من فکر میکنم یک امر مذموم نیست. اما اگر به منظور مهندسی انتخابات باشه، یک پدیده ناشایست است و میتونه روند گذار به مردم سالاری را با تخریب مواجه بسازه. سپاسگزارم آقای فتحی. آقای نظری به مسئله معاملات پشت پرده اشاره کردن و یک معلومات و اطلاعاتی که در ما داریم، البته در نشستی که با حضور آقای دکتر رنگین داد فرسپنتا، آقای زلمی رسول و همچنان قیوم کرزی صورت گرفته، در صورت پیروزی تیم آقای زلمی رسول با آقای عبدالقیوم کرزی 5 وزارت، 5 سفارت، دادگاه عالی و ریاست مستقل ارگانهای محلی وعده داده شده. شما در جریان هستید؟ ما پیش از اینکه روی سوال شما بپردازم، ببینین صحبت های جناب نظری نماینده ستاد انتخاباتی دکتر صاحب عبدالله عبدالله، اینا مستقیما آمدن خود نظام مورد نقد قرار دادن، گفت ما نوی حکومت داری و هسته این نظام می خواهیم تبدیل بکنیم. بله، البته تفاوت اصلاحات شما را با خود نه. اونا آمدن وقتی اینا به هسته میگن به این مفهوم که نظام شپیراسی رو نمیخواد، نظام پارلمانی رو میخواد، و وقتی که ما میگیم در قاعده حقوق دارم بنای باطل بر باطل است و هر نوع و شعارها و هر نوع برنامه هایی که در تلویزیون های را داده میشه و گفته میشه، وقتی که نظام تغییر بکنه طبعا حال و برنامه ها بر محور حکومت یا ریاست نشبه ریاستی حکومت حکومت داری هست کاملا فرق میکنه. ما میخوایم سوال هم به ایشان داشته باشیم که آیا مردم افغانستان و ملت افغانستان 13 سال دیگه رنج و بدبختی و فقر و بحران سپری بکنه تا نظام پارلمانی بیاد در افغانستان یک نتیجه اینی من نسبی خود بیته؟ ای بس آمدیم روی موضوع شما. ببینید صحبت ها در فضای انتخاباتی فعلی
صحبت ها شما نمیفهم مرجعی که شما به شما گفته ما مثلا موثق از دیدگاه شما موثق است، ولی چون این چیزی مذاکره صورت نگرفته. بله اونا اگر مذاکره صورت نگرفته ما دخل به صحبت های جناب دکتر سپری بردازم، دخل ما به صحبت های جناب دکتر سپری بردازم که ما به اشاره میکردیم که اینا گفتن که ما، یعنی شما در از این سوالی که ما پیشتر مطرح کردم شما در جریان نیستین. دخل اما ما کاملا نکده جریان هستم، نه چون صحبت های صورت گرفته، این کاملا یک شایعه هست و پروپاگاندا در رقابت های انتخاباتی یک چیز معمول هست، چی از طریق شبکه ها باشه، چی از طریق برنامه های دیگه باشه. بس میکردم روی بس صحبت های خود مکن. جناب دکتر صاحب بسیار دقیق فرمودن، ما در خوالی که ایشون فرمودن که صدمه میبینه یا همچون روند ها، من میگم نه، ما آمدیم یک اتحاد انتخاباتی رو به وجود آوردیم تا مردم بتونه بسیار بصراحت و بسیار واضح تصمیم خود بگیره و ما از حالت سردرگمی مردم رو بکشیم. این هدف ما بود. اینجا من یک مسئله را با نظرت اشاره میکنم. در گزارش ما اشاره شده بود که قرار بود که رئیس جمهور سفر به سریلانکا داشته باشه که به دلیل شهادت 21 تن سربازان ارتش در غازی آباد اون سفرش لغو شد. پس از اون هم در مراسم جنازه این سربازان اشتراک نکرد. حالا سوالی که در ذهن مردم مطرح شد و کارشناسان مطرح کردن این است که لغو سفر رئیس جمهور برای نزدیکی این تیم‌ها بوده تا اونجا و حالا که این ائتلاف صورت گرفت پس رئیس جمهور سفرش به سریلانکا انجام داد. نماینده جناب حامد کرزی یا از طرف کدام مقام دولتی اینجا نامدیم صحبت کنم، من به عنوان نماینده یا جزء از این قرائنی است که نشان میده که دست کم ارگ حکومت در این نزدیکی ها داخل هستن. این آنچه که شما میگین من به این چیز باور ندارم. آمدیم به صحبت های خود ادامه میتیم که جناب دکتر صاحب گفتن که ما در افغانستان متاسفانه فرهنگ فداکاری در سیاست در معاملات یا در رفتارهای سیاسی وجود نداره. جناب قیوم کرزی آمدن یک نمونه تاریخی را و سیاسی را گذاشت داری که ما آمدیم، ما اگر قرار باشد چون ما اولم گفتیم ما برنامه محور هستیم تا شخص محور، آمدن نو قربانی دادن و فداکاری دادن به خاطری که ما آنچه که برنامه هایی که داریم تصمیمایی که داریم و او تصمیما جامعه عمل بپوشه و افغانستان از یک حالتی بحران نیمه که فعلا وجود داره به یک افغانستان پیشرفته، به یک افغانستان مردم سالار، به یک افغانستان که بتونه واقعا حق مردم برای مردم داده شود و توسط مردم این مورد تمثیل قرار بگیره. بله، حالا در ادامه صحبت های شما آقای عبدالقیوم کرزی خودشان مشخصا اشاره کردن که نزدیک ما بر دو محور صورت میگیره، در نظرگیری منافع ملی و همچنان همسان بودن برنامه ها. برنامه های انتخاباتی استاد انتخاباتی آقای زلمی رسول بر محور شعار اعتدال، برابری و سازندگی راه اندازی شده که تبلیغاتشان میبینیم. و از آقای عبدالقیوم کرزی شما اشاره کردن که تحول و اصلاح یا تخصص و تعهد و تخصص است. واقعا همسان بودن یعنی دو شعار شما در کجا میبینید؟ ببینید وقتی که شما ببینید ماهیت ایجاد یک اتحاد انتخاباتی به این هست که اینا می پروسه را از سر تدوین میکنه و برنامه ها را با تشابه هایی که وجود دارن اینا را تدوین میکنه و یک از دو برنامه یک برنامه تلفیقی میسازه و اینا را به مردم ارائه میکنه. اتحاد انتخاباتی اومده همچون برنامه پیش کرده، یعنی ما نامدیم که بریم زیر شعارهای جناب دکتر صاحب، ما اومدیم که بر هر دو برنامه را با تشابه دیدگاهی ما داریم، با تشابه برنامه هایی که داریم، با دیدگاه عملگرایی که ما داریم اینا رو با هم تلفیق بسازیم و برای مردم ارائه بکنیم و چنین کاری خواهد شد. سپاسگزارم. آقای نظری سوالی را که آقای فاتحی مطرح کردن از شما و همچنان اگر صحبت های دیگه در پایان به صحبت های هر دو میمون داشته باشه. ببینین ای که اینها میگوین برای ای که ما یک ده الا مثلا 15 سال در بر میگیره که نیاز است که یک نظام نو بیاید و اون نظام موفق شود. خب این نظام ناکام ماند، اهداف این نظام ناکام ماند، مدیر ریاستی برای افغانستان ساخته نشده بود. پس برای ای که ما یک فصل نو، یک فصل شکوفایی و یک فصل آبادانی را در این کشور یعنی بیاوریم، ما نیاز داریم که تغییرات عمده‌ای بیاریم در جامعه خود. بله، نه از کجا باید فهمید که این نظامی که تیم شما در نظر داره که برای نوع نظامی که در نظر داره مفید باشه برای افغانستان؟ ببین ما این چیز را تضمین داده نمیتونیم، اما نظام‌های پارلمانی در کشورهای مثل افغانستان در کشورهای در حال توسعه یک تجربه بهتر داشته. ما هیچ کشور نداریم امروز در جهان که در حال توسعه باشه، نه کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه و او یک نظام ریاستی دموکراتیک داشته باشه. ما چون این تجربه در هیچ کشور ندیدیم. در کشورهای جنگ زده بهترین نظامی که توانسته یک اتحاد، یک همبستگی، همگانی را ایجاد کرده باشه همین نظام پارلمانی بوده، چون که در نظام‌های پارلمانی حکومت جوابده هست، حکومت پاسخگو هست
و چون این چیزهای امروز ما میبینیم که فساد به حد اعلای خود در افغانستان رسیده است و بی‌بندوباری خود سیاستمدارای خود را میبینیم، حتی با سطح رئیس جمهور در نظام پارلمانی چون این چیزهای دیده نشده، چون که از امون سطح بالا که نخست وزیری هست یا یعنی صدارت است تا بیشتر مناظره های نامزدان دیده شده که هرگاه بحث تغییر نظام مطرح میشه که شما اشاره کردین، بیشتر صدای انتخاباتی به این مسئله اشاره میکنن که در حال حاضر وقت این نیست که ما در افغانستان نظام را تغییر بدیم. اگر یک حکومت کارا هم به وجود بیاد میتونه برای افغانستان مفید باشه، تنها با تغییر نظام ما نمیتونیم واقعا فایق بیم بر چالش هایی که افغانستان داره. ببین اگر ریاستی موفق میشد این 10 سال میشد، ما تمام امکانات را داشتیم اما چرا نشد؟ چون که نظام خودش بحرانزا هست. پس برای نجات دادن افغانستان از بحران ما باید تغییرات عمده و تغییرات بزرگ در نظام بیاوریم و نظام به طرف یک نظام مردمی برود. نظام های ریاستی بیشتر دیکتاتورها را پرورش میده، بلکه نظام های پارلمانی که آنها بر مطابق انتخابات های حزبی شکل می گیرند بیشتر مردمی می باشه و ممثل اراده مردم می باشه و نمایندگی درست از مردم می کنند. سپاس برسیم آقای نظری، خیلی فرصت محدود است، حرفای پایانی رو شما داشته باشیم در مسئله تغییر نظام را که بیشتر آقای فاتحی اشاره کردن و اینام اشاره کردن. من فکر می کنم که در حال حاضر شاید پرداختن به یه بحث میسر نباشه. هم نظام ریاستی مزیت هایی داره، هم نقاط ضعفی داره و هم نظام پارلمانی. اما برای افغانستان که حالا پیشنهاد میشه واقعا چگونه است؟ باور من است که در افغانستان مشکل نظام نیست. ببینید آنچه که در افغانستان مهم است که اقتدارگرایی به عنوان یک خصیصه رفتاری در جامعه ما گسترش پیدا کرده. ما باید بتانیم در واقع منیش سیاسی در این جامعه را درش تغییر ایجاد کنیم و اگر الگوی نظری و سیاسی در افغانستان درش تغییر ایجاد شوه، باور من است که افغانستان میتونه روند مطلوب حکومت داری را تجربه کنه. اما اگر ما در نظام پارلمانی هم باشیم و یک جامعه چند صدایی کثرت‌گرا و اهل مدارا را نتونیم در واقع ساختارمندی کنیم، باور من است که ما نمیتونیم به نکات مثبت آقای فتیه اگر شما معرفی داشته باشین. خیلی مثلا کوتاه میگم که دوست ما شاید تا به حال تفاوت بین نظام ریاستی شبه ریاستی و پارلمانی را نداشته باشه، چون شبه ریاستی به این مفهوم است که مزایای نظام پارلمانی و نظام ریاستی از چیزی که